بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در حضور سروران گرامی و اساتید معزز هستیم در ادامه مجلس رابع از مجالس سبعه حضرت مولانا. جلسه قبل مقداری از این رو قرائت کردیم و توضیحاتی خصوصا در مورد خطبه‌ای که در اول این مجلس مولانا فرمود بیان کردیم. قصه این بود که حدیثی از احادیث پیامبر رو مولانا اینجا آورد و فرمود رو بیعرفی اصح الاخبار عن افصح الاخیار انه قال ان لله تبارک و تعالی عبادن امجادن، همانا برای خداوند تبارک و تعالی بندگانی بسیار عظیم و مجید و پرمجد و عظمت هستند، محل هم فل ارض که محل المطران، وقع البر اخرج البر و این وقع البر اخرج الدر، که خداوند در روی زمین بندگانی دارد که جایگاهشان در زمین مانند جایگاه دو نوع باران است. اگر بر صحرا ببارد از آن گندم بروید و اگر بر دریا واقع شود در از آن به دست بیاید. اگر بر بحر ببارد بر می‌دهد، اگر بر بحر ببارد در خواهد داد. خب روال این است که مولانا می آید بعد از آن خطبه و روایتی که از حضرت رسول معمولا نقل می کند در این مجالس راجع به آمیشی و شرایط آن سخن می گوید و بعد مسئله رو کم کم آب و تاب می دهد و به قول معروف مسئله رو خوب حلاجی می کند، اطراف اکناف اون رو بدرسی می کند و نهایتا نتیجه خاصی رو می گیرد. می فرماید که این بندگان رحمت عالمند. از آنجا من بیمید صفحه دوم، صفحه چهل، پاراگراف دوم می فرماید که این بندگان رحمت عالمند. خب این حال مشخص من دیگر اینها رو رد می شود. به دیشان بلاها دفع شود، یعنی اینها اولیای الهی هستند که رحمت عالم هستند، اینها مهم رحمتند. به دیشان بلاها دفع شود، مانند امام زمان علیه السلام که ما معتقد هستیم که حضرت ایشان رحمت است اکنون بر جهانیان و عالم، و بلاهایی که بر امت و بلاهایی که بر کل جهانی آید ایشان به واسطه حضرت ایشان دفع می شود. زینهار خلقند در روزی به زینهار خلقند، و در حقیقت مردم به آنها پناه میبرند، پناه مردمند. در روزی به برکت ایشان باز شود و در بلا بسته شود. همان که به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبقت الارض و السما همان است. بر مثال بارانند، هر جا که بارند مبارک باشند و برکت باشند. گنج روان باشند، هر گنجی روان نیست، گنج ها معمولا یک جایی پنهان شده است، اما اینان گنج روان هستند. گنجی هستند که همیشه در حال رفتنند و در همیشه در حال سیرند و وجودشان چون گنجی است که همه رو غنی می کند، نه مثل گنج هایی که در رو بر خود ببندند و فیض رو دیگران را از فیض خود محروم کنند. و پیغمبر فرمود که ما اهل بیت اتباعِ دبار هستیم، همیشه دوران داریم، ما اهل بیت طبیبانی هستیم که دبارم به طبه، طبیبون دبارم به طبه، طبیبیست که با طب خود دبار است. یعنی یک مطبی ندارد که
دیگران مریض ها بیارن به اون مراجعه کنن. اینان خود به دنبال مریض ها میروند، اینان دربار هستند، به دنبال و پیش مریضان حاضر میشوند. حتی آنقدر راضی نیستند که مریض ها رنج آمدن به پیشگاه او و به مطب او رو تحمل کنند. هر جا که بارن مبارک باشند، بر خشکی ببارند کشت به بار می آیند، بر دریا ببارند در به بار می آیند و برکت باشند، گنج روان باشند، حیات بخش باشند، آب زندگانی باشند. باران اگر بر زمین بارد گندم و نعمت بار آورد، و اگر بر دریا بارد صدف ها پر در کنند. اما ترجمه آن حدیثی است که فرمود و در او گوهر رویانم. خب معتقد بودم که این باران های جدیدی که می آید می رود داخل صدف ها و این آب ها و در صدف ها گوهر ها پدید می آید. بعضی محققان گویند مراد از این خشکی قالب و صورت آدمیان است که به برکات صحبت اولیا آراسته گردند. خیلی زیباست می گوید این که فرمود که بندگان من هستن اگر بر خشکی ببارن، بر بر در برابر بحر دیگه متضادن، بر بر ببارن بر به دست می آید، گندم به دست می آید، اگر در بحر باشن در به دست می آید. می گوید این خشکی غالب و صورت آدمیان هست. این غالب آدمیان به برکات صحبت اولیا آراسته گردن. وقتی هم نشین شد با اولیای الهی، یعنی باران که آمد یعنی چه؟ یعنی اینها با باران و با قدسیت این انوار قدسی و این اولیای الهی وقتی آمدند و همراه شدند، آن وقت و عمل و زهد و نیاز و شفقت و مرحمت و خیرات و صدقات و مسجدها و منارها و معبدها و پلها و رباطها و غیر آن همه را میدن. رباط هم معنای کاروانسرا یا هتل‌های زمانهای قدیم بوده است. این همه خیرات ظاهر در عالم از صحبت آن بندگان حاصل شده است. وقتی آن بندگان در این جهان هستند، خداوند به واسطه این انسان‌های خوب و پاک همه این خوبی ها را به سایر انسان ها هم می دهند. اگر این انسان های پاک نبودند، دیگران معلوم نبود که چگونه روزی بخورند. این سخن غالب و عرفا هست که در عرفان شیعی بسیار پردرنگ است و بسیار مطرح است. این جهان هرچه که دارد، هر زیبایی و خوبی که دارد، به واسطه وجود خوبان است، به واسطه وجود اولیای الهی است. اگر این اولیای الهی نبودن، این همه زیبایی و طراوت و سبزی و نشاط و خوبی و همه آنچه که اینجا نام بود، مرحمت و خیر و صدقه و مسجد و مناره و معبد و پل و رباط، همه این امکانات وجود نداشتن. خداوند به واسطه بندگان خوبش اینها رو داده است. بقیه در سایه او زندگی میکنن. مولانا گفت که هزاران یک نفر صوفی بود، باقیان در سایه او میزیند. یک از هزاران یک نفر ممکن است که صوفی باشد. از هزار نفری که وجود دارد و میرود و این راه رو آغاز میکند و سیر و سلوک میکند، از هزار نفری که سلوک طریقت عشق میکند، از اونها یک نفر هست که به آن درجه میرسد. باقیان در سایه او میزیند. بقیه که هستن، اون 999 نفر که همراه هستن، در سایه او زندگی میکنند، در سایه او هستن. چون هم صحبت با او هستند، خداوند به واسطه این که به این شخص عنایت دارد، به دیگران هم آن عنایت میرسد. میخواهد به بندهش باران برساند، باران میرساند، بقیه هم از این باران رحمت الهی بهره مند میشوند. همه خیرات ظاهر در عالم از صحبت آن بندگان حاصل. صحبت رو گفتیم یعنی همنشینی، همراهی و حضور حاصل شده است و از ایشان دزدیده‌اند و از ایشان آموخته‌اند.
مولانا معتقد است که تمامی آن چیزهایی که در جهان هست و آموختن از انبیا آموختن، برخلاف کسانی که میگویند انبیا فقط برای ایجاد شریعت آمده اند، مولانا معتقد است و غالب عرفا معتقدند که برای کل بشریه. اینجا مثلا از مسجد سخن میگوید، از پل و رباط اینها هم سخن میگوید، یعنی همه اینها هم به واسطه اولیای الهی بوده است. و گفتند که حرکت مثلا در صنعت آهن، حضرت داوود بود که صنعت آهن رو آموخت به دیگران، حضرت سلیمان بود که صنعت بافتن مثلا فرش و قالی و یا حصیر و اینها رو آموخت به مردم. قبل از او مردم آشنا نبودن و نمیدانستن این چگونه انجام شد، معماری ها و عمارت هایی که بود از، یعنی همه اینها مربوط هست به یکی از اولیای الهی، یکی از انبیا و یکی از اولیا. و مراد از باریدن بر دریا زندگردانه دل هاست، یعنی اگر دریا بر خشکی میبارد همان بر بدن انسان هاست، این ظاهر و مادیات رو میگوید، و بر باطن هم بر دل ها هست، زندگردانه دل هاست و بینا شدن دل ها و روشن شدن دل ها از صحبت ایشان. دل ها روشن میشود از سخنان اینا، و آراسته شدن نو عروس جان به جواهر علم و معرفت و شوق و ذوق. گوهرهای علم، معرفت و شوق و ذوق. شوق یعنی که انسان شوق داشته باشد که برود، ذوق یعنی چشیدن. انسان قبل از ذوق باید شوق داشته باشد. آن عزیزان که پرده عینند در خرابات قاب قوسینند، گاه در عقبه مجاهده هم. غالب این شعرهایی که اینجا هست از جناب حکیم صنایعی است که مولانا در منبرهایش از حکیم صنایعی بسیار فراوان استفاده کرده است. آن عزیزان که پرده عینند در خرابات قاب قوسین. قاب قوسین بنا فتر الله فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی قاب قوسین به اندازه دو کمان در معراج حضرت رسول و اینکه وقتی به خدا رسید، دو کمان به اندازه دو کمان یا کمتر از آن با خداوند فاصله داشته است. اینجا آنجا رو میگوید قاب قوسین خرابات است. خرابات کجاست؟ خرابات آنجاست که معشوق بیشتر حضور را دارد، چرا که هر کس آنجا می رود از خودیت خراب می شود، از منیت خراب می شود، از خود بیرون می رود. آن آبادی که در دوری از خداوند است در اینجا تبدیل به خرابی می شود. انسان وجودش، انسانیتش، عقلش، فکرش، اندیشهش، همه اش خراب می شود. خرابات آنجاست. خرابات عارفان و عاشقان آنجاست که همه چیز انسان در آنجا به خرابی می رود، دیگر هیچ آبادانی وجود ندارد، چرا که آبادی مختص معشوق است و خرابی مختص عاشق است. عاشق تا خراب نیست هرگز به وصال معشوق نخواهد رسید. گاه در عقبه مجاهده اند، گاه در مجلس مشاهده اند، گاهی در عقبه. عقبه یعنی جایی که پشت کوه‌ها رو عقبه می‌گویند. معمولاً می‌رفتن برای اینکه دیده نشوند در پشت کوه‌ها، در دره‌ها مشغول مجاهده و ریاضت می‌شدند. گاه در عقبه مجاهدان، مجاهده یعنی جهاد با نفس، گاهی در عقبه‌های مجاهده هستند، گاه در مجلس مشاهده‌اند. گاهی هست که مشاهده می‌کنند جمال روبی رو و لطایف تجلیات ربانیه رو، اینها شاهدند. همه با همه هم بادند و هم مستند، همه هم نیستند و هم هستند. بسیار زیباست. اینها هم خودشان بادند، دیگران رو مست میکنند، و هم خودشان مستند از مستی که اولیا دارند، همدیگر رو مست میکنند. عاشقان اصلا یکی از کارهایشان همین است، خیلی هم مهم است.
عاشقان چرا گرد هم میآیند، چرا کنار هم می نشینند، چرا مجلس عاشقان برقرار میکنند، که اینها از شراب عشق الهی به دیگران هم بچشانند، خود که مستن دیگران رو هم مست بکنند، دیگران رو هم تشویق به مستی کنند، همه هم باده اند و هم مستند، همه هم نیستند و هم هستند، فنا در بقا و بقا در فنا، هم نیستند و هم هستند، کجا هستند؟ در نزد الهی هستند، کجا نیستند؟ در نزد خود و در حضور خود و در عدنیت و انانیت خود نیستند، اما در حضرتش هستند، چرا که این طرف نیستیست، عدنیت و منیت و انانیت نیستیست و در حضرتش عین هستی. پرده عین همین است که بالا فرمود، عین یعنی چشم، پرده اینن یعنی اینها پردگاه و پردهی هستن، پوششی هستن برای چشمهای دیگران و کسی نمیبیند ایشان رو، اینان خود پرده هستن. در مثل اول که گفت مفهوم این است که اینان پرده هستن، یعنی چه؟ یعنی پردهی هستن که دیگران نمیتوان اینها رو مشاهده کنن، قدر و منزلت و عظمت اینها رو نمیدانند، اینان خود پرده خود هستند، خود پوشش خود هستند، چرا که تأثیر خدا کردند که خداوند خود نقاب چهره خود است، خود حجاب حجیب چهره اعلای خود است. بنابراین اگر اینها چهره نپوشانند و در پرده در نیایند، آن وقت جهان چنین نمی شود. گفتند اگر خداوند حتی بسیار بسیار اندک تجلی کند، ذره تجلی اگر بر این جهان بیفکند، هیچ موجودی زنده نمی ماند. اگر خداوند روزی لحظه پرده از رخسار زیبای خود و جمال رعنای خود بردارد، هیچ موجودی زنده نمی ماند، از پرت عشق، از پرت محبت، از پرت نور همه خواهند سوخت. آیا ندیدی که آمدند، حضرت موسی آمد و گفت که رب ارنی انظر الیک، خدایا مرا به من نشان بده، انظر الیک، من به تو نظر کنم، به تو را تماشا کنم. فلما تجلا ربه الالجبل جعله و جعله دکم و خر موسی صعقا، وقتی که تجلی کرد، یک ضربه تجلی بر کوه افکند، کوه پاره پاره شد و موسی که آن همه کلیم بود، آن همه به تکلیم عادت کرده بود، با ارتباط با خدا خیلی عادی بود برایش، او خر موسی صعقا و افتاد و قش کرد و گویی که صاعقه بر او وارد شد و بقیه بردن. نیست گشت همه ز غیرت هست، علم بی نیازی اندر دست. خیلی زیباست، همه از غیرت هستی، از غیرت خداوند نیست شدند. همه نگاه کردن گفتن اگر هستی این است که ما هیچ، اگر زیبایی این است که ما همه زشت رویانیم، اگر قناع این است که ما فقراییم. نیست گشته همه ز غیرت هست، غیرت این است که غیر خود را تاب نمی آورد. کسی که خیلی زیبا باشد، کسی که اندکی زیبایی دارد رو تاب نمی آورد، تحمل نمی کند. نیست گشته همه ز غیرت هست، علم بی نیازی اندر دست. علم یعنی آشکار، چیزی که موجب علم می شود، دیدن اون بلافاصله موجب علم می شود، به این میگن علم. علم همون پرچم هم هست یا طغرایی که بوده است، معمولا از پوست می ساختن این علم ها رو و رویشان هم می نوشتن، مثلا نام قبیله رو، نام سپاه رو، نام پادشاه رو بر روی این علم ها می نوشتن. میگه علم، الان علمایی که هست، مثلا نام
اولیا رو در آن می نویسیم همان است، یعنی نشان بدهد که من طرفدار فلان کس هستم، من با او همراهم. علم بی نیازی هم در دست، الله الصمد در دستش هست و کلن از همه اینها فارغ است. چشمشان تا ولایت آدم، اسمشان تا نهایت آدم، جسمشان تا ولایت آدم. جسم اینها تا ولایت آدم است، تا دوره حضرت آدم است. یعنی اینجا جسمشان از زمان حضرت آدم بوده است و تا آخر خواهد بود، اما اسمشان تا نهایت آدم، اسم این اولیای الهی تا نهایت آدم باقی و پابرجاست. خمشانی ز جان به آیین تر، ترشانی ز قند شیرین تر. خاموشن اما از جان آیینشان زیباتر است، روششان از جان و روح برتر و بالاتر است. ترشانی ز قند شیرین تر، ترش رو هستن، خشمگین هستن، چهره در هم پیچیده اند، اما اینها شیرین تر از قند هستن. پس این ترشی برای چیست؟ این اخم و اینها برای چیست؟ خب اگر زیبا رو اخم نکند بر او طمع میبرن. این زیبا رویان عالم قدس هم اخمکی، اخم کوچک در پیشانی و در چشمانشان دارن، در ابرویشان اخم کوچک در انداختن که هر کسی طمع، هر خامی و هر خام طبعی طمع رسیدن به او را در سر نپروراند و بداند که این اخمی که بر ابروی لیلی هست مجنون خود را میخواهد و هر کسی نمیتواند مجنون خم ابروی هر لیلی باشد. جان فروشان بارگاه عدم، خرقه پوشان خانقاه قدم. خیلی زیباست. اینها در بارگاه عدم جانشان را فروختند، جان دادند. خرقه پوشان خانقاه قدم، خانقاه قدم یعنی آن قدیم ازلی، یه خانقاهی ازلی وجود دارد که اینها خرقه پوشان آن زمان هستند. آنان در ازل خرقه از دست زیبایی مطلق و از دست آن مرشد حقیقی گرفتن، از دست خود خداوند این خرقه ها را گرفتن و برتن کردن. همه از روی افتقار و بله لا شده در جمال الا الله. همشون از همه این اولیای الهی از جهت افتقار یعنی فقیر بودن و بله، بله یعنی حیرانی، حیرانی که منجر به عشق شود همان وله هست، از قبل از حیوان است و قبل از دهشت است. این وله قبل از دهشت و بهتت و در حقیقت حیوان هست که در جلسه قبل راجبان سخن گفتیم. همه از روی افتقار و وله لا شده در جمال الله، در جمال الله لا شده هم. چرا؟ لا اله الا الله، لا گفته است تا هر کسی جرأت نکند که به معشوق وارد شود. کسی که معشوق را میشناسد و میداند چه مقامی دارد، هر کسی که اظهار دوستی و عشق و محبت کند که بر درگاه خود راه نمیدهد، به همه لا هست مگر به یکی که لیاقت الا رو داشته باشد. لا شده در جمال الله، جمال الله لا هست. گفتن لا ابروی معشوق لا هست، وقتی که لا میگوید نمیگوید و ابرویش را بالا میاندازد این یعنی لا. وقتی که چشم بر هم زد، غمزه کرد، آن وقت میشود الای او، یعنی در آنجا میراند، در آنجا میخواند. نور دیدم در او رونده یکی، همچو ماهی رونده بر فلکی. میگه من نوری را دیدم که روندهش یک نفر بود، یک نفر بود که در آن نور میرفت، همچو ماهی رونده بر فلکی، مانند سمک، سمک یا آن صورت فلکی ماهی که
جز آن 12 فلک هست، 12 صورت هست در منطقه البروج، در آنجا میگوید همچنان که آن یکیست، اسد یکیست، سنبل یکیست، حمد یکیست، آن حوت هم، آن ماهی هم یکیست. بنابراین مانند ماهی که بر فلک میرود و یکیست، او هم میرود. که همی کرد از آن ولایت دور، خرقه هاشان به تابش پرنور. از آن ولایت دور کرد و خرقه های آنها با تابش پرنور می آید. خرقه پرنور، خرقه ها معمولا سیاهند، ولی وقتی نور است حتی خرقه های اینها هم نورانی است. خرقه معلوم است که چیست؟ خرقه همان جسم است، جسم است که در برابر آن است. میگوید جسم های اینها، چهره های اینها و وجود اینها هم نورانی است، با اینکه پوشیده است. خواستم تا در آن طریق شوم، خواستم تا از آن رفیق شوم. خواستم برم در طریقت عشق و رفیق شوم. رفیق یعنی کسی که رفق و مدارا دارد، همراهی دارد. عاشقی زان صف سقیم صحیح، پیشم آمد خموش لیک فصیح. یکی از مشاهدات و شهودات خود را میگوید، مکاشفات خود را میگوید. خب عاشقی زان صف سقیم صحیح، سقیم یعنی مریض، صحیح یعنی تندرست. میگوید هم مریض بودند آنهایی که در آن صف بودند، هم صحیح بودند. مریض عشق بودند و صحیح حضرت دوست بودن. از عشق مریض شده بودن، اما در نزد حضرت دوست اینها سالم بودن. عاشقی زان صف سقیم صحیح، پیشم آمد خاموش لیک فصیح. نزد من آمد، خاموش بود ولی فصیح بود. با نگاهش هزاران فصاحت و بلاغت رو میباری. دست بر من نهاد و گفت که بیست، هم بدین جا که جای جای تو نیست. بیست یعنی بیست، بیست که در اینجا، اینجا جای تو نیست. باز پر سوی لایجوز و یجوز، رشته در دست صورت است. خیلی عالیست. یعنی اینجا جناب سنایی آمده و آن پرده عینی را دیده است و اون مشاهدات رو بیان می کند. بعد میگوید که من در آن راه بودم، خواستم به راه حقیقت وارد شوم، اما گفتن نه. یک عاشقی آمد گفت که برو، اینجا جای تو نیست. چرا؟ باز پر سوی لایجوز و یجوز، رشته در دست صورت است. خیلی عمیقه این بیت، بسیار عمیقه. میگه رشته، رشته زندگی تو هنوز در دست صورت هست، به معنی نرسیده است. یعنی تو هنوز پابسته این صورت، این ظاهر دنیا هستی. تا زمانی که در ظاهر دنیا هستی و گرفتار این جسم هستی، گرفتار این صورت ظاهری هستی، باید دوباره بپری به سوی لایجوز و یجوز. یجوز و لایجوز همان فقه هست، علم فقه هست، علم ظاهر، علم شریعت هست. میگه من خواستم در طریقت بروم، گفتن تو هنوز از شریعت بیرون نیامدی. اول باید اتبار شریعت رو رها کنی، اول باید اتبار شریعت رو بگذرانی و بعد از آن را رها کنی، به اتبار طریقت وارد شوی. و وقتی اتبار طریقت رو هم گذرانی تا آخر و آن هفت شهر عشق را گذرانی، آن وقت وارد اتبار حقیقت خواهی شد. آن وقت است که میتوانی در میان این اولیای الهی باشی. هنوز به آنجا نرسیدی، تو هنوز از بند یجوز و لایجوز خارج نشدی. آیا جایز است این کار؟ این حرام است؟ این حلال است؟ تو هنوز از حرام الهی نبریدی، هنوز از لایجوز و یجوز رها نشدی، هنوز در عالم صورت هستی، در عالم معنا که یجوز و لایجوزی وجود ندارد. در عالم معنا از ظواهر هیچ خبری نیست، همه باطن است، همه عین حقیقت است. تا بر در حجره دل ساکن شدند. حجره دل یعنی
دل یک خانه‌ای دارد، دل رو تشبیه به انسانی کرده که در خانه‌ای هست، آن حجره. حجره هم از آن جهت حجره میگن که از حجر، از مبنی، از سنگ میساختن، به خاطر همین حجره گفتن. بر در حجره دل آمدن اینها در جلوی خانه دل اینجا ماندن و هرچه ناسب الله بود از دل بیرون کردن. آمدن و خانه دل را رفتند و روبیدند و همه رو پاک کردند. هرچه غیر از او بود رو پاک کردند و بیرون انداختند. هرچه غیر از او بود. خانه رو صاف کردند. خانه دل رو صافی کردند برای حضرت دوست. از بهشت و دوزخ و ارواح و اجسام و غیره. این خانه دل رو باید حتی از بهشت روبید. حتی از دوزخ هم باید روبید. دل چرا باید گرفتار بهشت و دوزخ باشد؟ چرا در دل انسان باید دوزخ باشد؟ سخن بسیار مهم نیست. ما چرا اینقدر به دوزخ باید بیندیشیم؟ چرا اینقدر باید به بهشت بیندیشیم؟ چرا بایستی در روح و جسم و اینها گرفتار باشیم؟ اصل این است که همه اینها را از دل بیرون کنیم. در دل جز معشوق و محبوب نباید چیز دیگری جای گرفته باشد. حتی دوزخ، حتی بهشت، حتی میل بهشت هم در دل نباید باشد. حتی خوف دوزخ هم نباید باشد. روح و جسم هم نباید باشد. چون این خانه، خانه مختص حضرت الله هست. جز او کسی شایسته نیست در این خانه درآید. از الا ترک طلب حق نکردن، فقط اینها حق رو طلبیدن، نه چیز دیگر رو، نه بهش را طلبیدن، نه چیز دیگر رو. پس سه چیز آمد، طالب و طلب و مطلوب. سه عنصر، طالب، طلب و مطلوب. طالب و طلب، چه چیزی طالب و طلب رو به هم دیگر نسبت میدهد و به هم دیگر نزدیک میکنند؟ این طلب است. گویا فرمود عاشق و عشق و معشوق، عالم و علم و معلوم، طالب و طلب و مطلوب. پس چون بدین مقام رسیدن در نگریستن زنار ترساوی سال سن سلاسه برگردن وجود خود دیدن. در قرآن هست که و یهود گفتن که هو سال سن سلاسه، او سومیست، حضرت عیسی سومیست از ثلاثه، از سه سومین است از اقانیم ثلاثه، یعنی اب و ابن و روح القدس که بود، این اب، روح القدس و ابن. گفتند ابن در حقیقت محصول است و اب کسیست که به وجود آورنده آن ابن است و واسطه این روح القدس است. طالب اب است، طلب روح خود این واسطه روح القدس است و مطلوب هم همان پسر است یا ابن است. پسر، پدر و پسر و روح القدس، همان که در اقانیم ثلاثه در آیین در دین مسیحیت وجود داره و قرآن فرمود که ثالثون ثلاثه. این سومی از ستایی هست، سومی نست از ستایی ها، یعنی گفتم این ابن، این پسر حضرت عیسی سومیست از آن اقانیم ثلاثه. برگر زنار ترسایی، زنار ترسایی یعنی مسیحی، زنار ترسایی کمربندی بود که مسیحیان بر کمر خود می‌بستند تا از مسلمانان ممتاز شوند. از سرادقات عزت خطاب بلا تقودو بشنیدند. بلا تقودو هو و سالس و سلاسه. و نگویید، قرآن هست که می‌فرماید، خداوند فرمود نگویید به اینها این سومی از سه هست. یکیست. ما سه نداریم، ما وحدت وجود داریم، وجود واحد است. این کسرات شما رو به اشتباه نیندازد. یکیست.
از سرادقات عزت خطاب بلا تقودو بشنیدند، چندان دیده و عقل در بر داشتند که طالب و طلب فانی شد، فرد مطلق باقی ماند. یعنی یکی باقی ماند، آن طالب باقی ماند. طالب هم رفت، طلب هم رفت، چه باقی ماند؟ مطلوب باقی ماند. عاشق و عشق رفت و معشوق ماند. عالم و علم رفت و معلوم ماند. عارف و عرفان و معروف باز سه بودن، عارف و معروف رفت و عارف و عرفان رفت و معروف ماند. آن محصول و آن نتیجه که بود فقط اومان از ستایی. این سه از ستایی بسیار مهمه، یعنی هر چیزی که در عرفان گفته شده، هر چیزی که در جهان گفته شده، در فلسفه و در جاهای دیگر گفته شده همین است که معمولا ستا هست. میگوید این سگانگی رو، تسلیس رو رها کن. زان میخوردن که روح پیمانه اوست، زان مست شدن که عقل دیوانه بود. من از آن می خوردم که پیمانه او روح بود، در روح ریختم این پیمانه جان را، پیمانه عشق را. چون جسم ما که نمی توانست این شراب عشق را در خود بیابد. آن ساقی ازل به ابد آمد، شراب عشق در دستش بود، گفت کجا بریزم؟ دید که این جسم ما قابلیت ندارد. جسم ما قابلیت، حتی دل ما قابلیت آن شراب روحانی رو نداره. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. این که شیخ بهایی است، این شعر زیبا از شیخ بهایی است، فرمود که یک جامی بیاور که من یک لحظه از این جسم بیاسایم. آن شراب روحانی چیست؟ شراب تجلیات رحمانیه حضرت حق است، تجلیات جمالیه حضرت است. او تجلی می کند، می گوید خدایا تجلی کن، آن ساقی ازل و ابد بیا و در جام روح ما آن شراب را بریز. هیچ چیزی قابلیت احتوای این شراب روحانی رو ندارد جز روح. چرا روح قابلیت را دارد؟ چون از جانب اوست، نفخت و فیه من روحی هست، چون آن روح از جانب خود اوست. زان مست شدن که عقل دیوانه اوست. عقل، خود عقل، این عقل مسلح، این عقلی که بسیار هم عظیم است، دیوانه، خود عقل دیوانه اوست. من چگونه دیوانه نباشم؟ دودی به من آمد، آتشی در من زد، زان شمع که آفتاب پروانه اوست. دودی آمد و آتش در من زد. خب معمولا دود آتش در انسان نمیزند، آتش در چیزی نمیزند، ولی آن آتش او آنقدر عظیم بود که حتی دودش آتش میزند. زان شمع که آفتاب پروانه اوست. شمعی که پروانه او چه کسی است؟ آفتاب است. پروانه که می رود و دور شمع می چرخد، می گوید آفتاب مانند پروانه است. پروانه که نور ندارد در برابر شمع که بسیار نورانی است، همچنین این آفتاب در برابر آن نورانیت هیچ نوری ندارد، ولی گرد او می چرخد. همچنین که پروانه گرد شمع می چرخد، این آفتاب هم گرد وجود حضرت قدوس میچرخد. لمعان ینبوع اعظم جلال قدس حق، از مشرق افمن شرح الله، چون طالع شد نه حسن ماند، نه خیال، نه وهم ماند و نه عقل ماند. لمعان، لمعه یعنی پاره نور، لمعان یعنی تابش های نورانی ینبوع اعظم. ینبوع چشمه، سرچشمه، چشمه های اعظم جلالیت قدس، قدس حق، قدس مقدس بودن، جلال هم که معلومه. لمعان ینبوع اعظم جلال قدس حق، از مشرق افمن شرح الله طالع شد. یعنی نور خداوند از این آمد. افمن شرح الله صدره للاسلام. آیا خداوند شرح صدر نداد، گشادگی سینه نداد و
انسان رو برای اسلام، برای تسلیم شدن در برابر خداوند. اسلام همان تسلیم دیگه، الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو یقین، همان است. یعنی که اسلام آمد، ما شرح سرد کردیم، خداوند شرح سرد کرد برای اسلام. چه کسی میتواند از اهل اسلام باشد؟ چه کسی میتواند مسلم باشد؟ کسی که خداوند سینه اش را، وجودش را گشوده باشد برای اسلام. غیر آن با زیر صد نمیتوان مسلمان شد، مسلم شد، و نمیتوان تسلیم محض حضرت حق شد. اوست که باید سینه را بکشاید تا محل و منبع ینبوع اسرار الهیت شود. وقتی آن نور افمن شرح الله صدره الاسلام طالع شد، نه حسن ماند نه خیال، نه حسنی در این انسان ماند نه خیالی در اون ماند، همه اشرف حیرت، همه مقام حیرت است. نه وهم ماند و نه عقل ماند، عقل که رفته است، حتی وهم هم باقی نماند. تنا پای این ره نداری چه پویی؟ میگه ای تن، ای بدن، پای این ره نداری چه پویی؟ ای بدن، تو با این پا نمیتوان، این پای تو لنگ است، با این پا نمیتوان صراط مستقیم را رفت. تنا پای این ره نداری چه پویی؟ کجا میرنی؟ پوییدن یعنی راه رفتن و جستجو کردن. دلا جای آن بت ندانی چه پویی؟ ای دل، اگر جای آن بت، آن سنم، آن سنم ماهرو، آن حق عز و جل را اگر جایگاهش را نمیدانی چه میجویی؟ از این ره روان مخالف چه چاره؟ چو بر لافگاه سر چهار سویی. به چهار راه رسیدی، به چهار سو رسیده ای و میخواهی که راهنمایی کنن تو را. این رهروان مخالف هم، این رهروان مخالف به تو نشان نخواهند داد این راه رو. به چهار راهی تجربه رسیده ای، نمیدانی چه کنی. اگر عاشقی کفر ایمان یکی دان، کفر همان ایمان است و ایمان همان کفر است. این طریق عشق و عاشقی است. اگر عاشقی کفر ایمان یکی دان، در جلسات قبلی مون راجع کفر ایمان سخن گفته ایم و چگونه گفته ایم که با استناد به خیلی از مباحثی که عرفا کردن و حتی شیخ محمود شبستری هم، آن عارف وارسته و آن انسان بسیار بزرگ، او هم راجع به کفر و دین و اینکه اینها یکی هستند و با هم دیگر تفاوتی ندارند سخنها گفته است و ما هم سخنها گفتیم. اگر عاشقی کفر و ایمان یکی دان، که در عدل رعناست آن تنگ خوی. این تنگ خویی که میبینید خویش تنگ از اخلاقش خوب نیست، این از عقل است. عقل برود همه خنده هست، همه زیبایی هست، همه بهجت هست، همه نور هست. عشق دیگر اخم کردنی ندارد. تو جانی یا انگاشت هستی که شخصی، تو آبی یا پنداشتی که سبویی. تو جان هستی، فکر کردی که شخص هستی، در حال جسم هستی، در حالی که تو روح هستی. تو آب هستی، فکر کردی که سبو و کوزه هستی که باید کسی باید در اون آب بزن. تو آب هستی، باید بروی و در سبو قرار بگیری. همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. خیلی زیبا گفتند، جوینده یابنده بود، تا چیزی را نجویی، جستجو نکنی، نمیابی. این بیاد نه اینجا اینچنین نیست. این دوست خلاف آن است، تا نیابی نجویی. یعنی همه چیز در جهان بایستی جستجو کنی بعد پیدا کنی. اینجا تا پیدا نکنی نمیتوانی جستجو کنی در حضرت او، در حضور او. مکاشفه نداشتی، مشاهده نداشته باش. اول باید بیابی، بعد بتوانی که او را بجویی. این سخن بسیار نغز و پرمغزی است.
یقین دان که تو او نباشی، ولی کن چو تو در میان نباشی تو اویی. بدان که تو او نیستی، حلول و اتحاد اینجا محال است، اما چو تو در میان نباشی تو اویی. اگر خودیت تو، اگر من و فردیت تو در میان نباشد، تو او هستی. خود نباید باشی، خود را وقتی ندیدی او هستی، حق هستی. تا زمانی که خود را میبینی خود هستی، وقتی خود را ندیدی او هستی. به همین سادگی. آدمی اول نطفه بود، آنگه علقه، آنگه مضغه. خب خلقنا نطفه، ثم خلقنا نطفه علقه، فخلقنا علقه مضغه. بعد میگه که ما چیکار کردیم؟ قرآن میفرماید که ما اول نطفه بودیم. خب الان هم معلوم است که همه از یک نطفه به وجود آمدن. نطفه بودی، آنگاه علقه شدی. علقه بهش گفتن خون بسته، نطفه ای که پیشرفت میکنه در تدارج تکوینی جنین. اکنون علم اینها رو نشان میدهد و کاملا میتوان اینها رو دید. اول نطفه ایست و اسپرماتوئید و اوونی هست. بعد از آن این نطفه کم کم پیشرفت میکند، تقسیمات میوزی و میتوزی انجام میشه، به یه حالتی میرسه نهایتا میشود علقه که بهش کنه خون بسته، یعنی همون جنین انسان. علقه کم کم مزغه میشود، یعنی کم کم مانند چیزی که شبیه به گوشت است و شبیه به غضروف است و اینها، کم کم حالتهای اولیه پوست و گوشت و استخوان و سایر دستگاه‌های بدن به وجود میآید. خب بعد از مزغه قرآن میفرماید که فکسون از مزغه رو عزم کردیم، استخوان کردیم، و بعد از آن فکسون ازامن لحما، ما این استخوان‌ها رو لحم و پوست و گوشت پوشاندیم و رویاندیم بر ما. پس حق تعالی فرشته ای را مسلط کنند بر رحم مادران که او را ملک الارحام گویند. یک فرشته ای را خداوند میفرستد. فرمان آید که ای فرشته نقش کن. فرمان میرسد که ای فرشته تو این انسان رو نقش کن، به وجود بیاور. آن فرشته از لوح محفوظ نشان صورت برداشته بود. آن لوح محفوظی که صورتهای انسان ها انجا بوده است، از آن لوح محفوظ صورت رو برداشته. میداند که باید در لوح محفوظ الهی محفوظ است که این جنین که تازه میخواهد به دنیا بیاید چگونه باید باشد، چشمش چگونه باشد، ابرویش چگونه باشد، قدش چگونه باشد، وزنش چگونه باشد، بینیش، دستش، پایش و هیئتهایش، مغزش چگونه باشد. این را از لوح محفوظ برداشته. این ملک الارحام یا ملک الارحام، فرشته رحم ها، میآید میگوید نقش کن. آن فرشته از لوح محفوظ نشان صورت برداشته بود. قبل از اینکه بیاد رفته الگو به آن نشانه آن صورت رو برداشته، بیرون از رحم برابر رحم بایستد و نقاشی کند. وارد نمیشد، بیرون ایستد و این فرزند رو و این کودک رو، این جنین رو، مزغه رو، علقه رو نقاشی میکند. به فرمان خدای عزوجل چون نقش صورت تمام گشت، وقتی که صورت یا بدن تمام شد، فرمان آید که این فرشته باز رو که ما را بابه سردی بازد. فرشته بیاید نقش صورت که می کند، می گوید که برو که ما بابه سردی داریم. بعد از آن جان اندربی ترکیب کند، نمی خواهد در حضور غیر باشد، نمی خواهد. همینه که اصلا نمی دانم که روح بلود می کنند. درسته که مثلا فقها ها گفتند در پایان ماه چهارم، یعنی 120 روز بعد از تکوین نطفه روح در اون بلود می آورد. این چنین هست، فقها ها این گونه گفتند بنابرای روایات و مرد، ولی هیچ کس نمی داند. چرا؟ چون که حتی خداوند ملک الارحام رو هم برای دادن جان به این کودک محرم نمی داند. می گوید برو که من سری دارم با بنده هم صفری دارم، میخواهم هیچ کسی بین ما نباشد.
بپر... چون نقش صورت تمام گشت فرمان آید که ای فرشته باز رو که ما را واقع سریست. بعد از آن جان اندر بی تاکید کنند، روح به او میدهند و هیچ کس نداند که جان چه چیز است. یسالونک عن روح قل روح من امر رب، این امر رب است که حتی ملک الارحام هم نمیداند و نمیشناسد که بعد از آن امر آید که بنویس رزق او را و عمل او را و بنویس که شقیست یا سعید. خیلی جالبه دیگر، این خیلی جای بحث دارد. فرما امر می کند که به فرشتگان که بنویس رزق او را چه روزی دارد. من می خواهم اکنون که هست تا آخر عمرش چند هزار چند لقمه بخورد. من می دانم همشو می نویسه، چند تن گوشت، چند تن نان، چند تن سبزیجات، چند تن میوه، تا آخر عمرش اینقدر خواهد خورد. بعد رزقش را، روزیش را از علم چقدر به او بدهم، از چیزهای دیگر چقدر به او بدهم. بنویس رزق او را و عمل او را. این دیگر خیلی عجیب است، کاملا جبری است، ظاهر کاملا جبری است. عمل او را هم بنویس، یعنی خدا عمل ما را می نویسد. بعد طبق نظر ایتون خدا می نویسد. ما که کسی نیستیم، که توحید افعالی همین است دیگه. هر فعل از آن خداوند است، عمل ها همه از آن خداوند است، توحید افعالی اینه. و بنویس که شقیست یا سعید، بنویس بدبخت است یا سعید. این از کجا گفتین رو؟ از همان روایت مشهور که حضرت رسول فرمود از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. سعید خوشبخت، خوشبخت است در بطن مادرش، در شکم مادرش، و بدبخت هم بدبخت است در شکم مادرش. آن شقاوت و آن سعادت در آنجا رقم می‌خورد، در جهان نیست، به اعمال ما هم هیچ ربطی ندارد. آدم را چون بیافرید جان را فرمان داد که سر بی اندر آمد. به آدم گفت که بیاد به سر آن آدم آمد، یعنی وارد بدن حضرت آدم شد. سرش که از گل بود گوشت و استخوان و پوست کشت، آن باقی همه گل. سرش از گل بود و بقیه آمد پوست و گوشت و استخوان رو هم به وجود آورد، و ولی سرش از گل باقی مانده بود. آن باقی همه گل. چشم باز کرد، تن خود را همه گل دید. یعنی اینکه چشمی که داشت وقتی چشم باز کرد دید که بدنش گل است، تا همه فرزها از خدا بینند. چشم باطن اون رو باز کردن تا اینکه ببینند که همه بدنش گل است و بداند که اصل همین است. خب ما هم باید نگاه، وقتی نگاه میکنیم در خود باید بدانیم این گل است، از گل هستیم، چون همه موادی که در وجود ما هست همه در خاک است و در گل است، همان حالت است، همان گلی که در قرآن، در جلسات قرآن از آن بحث میکنیم، تین است، تین لازب است یا موارد دیگر، سلسال است، سلسال کلفقار است یا گلهای نوع دیگر. آوردن از قصه عازم که از بنی اسرائیل بود. قصه عازم رو اینجا میگوید، قصه خیلی زیبایی است. آوردن از قصه عازم که از بنی اسرائیل بود. روزی از فسادخانه خیش بیرون آمد. آدم خیلی بدی بود این عازم، و به سوی بیابان میرفت تا رسید به جایی. قومی دید که کشت کرده بودن و تیمار داشته تا کشتشان تمام رسیده و بلند شده و دانه ها آکنده شد. رسید به جایی دید که ادهی کشتی کاشتن، مثلا گندمی کاشتن، این رسید، رسیده شد. وقتی که رسید دانه ها آکنده شد، پر شد، لایق درودن و خرمن کردن شد. دیگه وقتش رسیده بود که این گندم ها رو درو کنن، چون این گندم رو میکارن برای درو.
آتش آوردن و آن همه کشت را سوختن. دید این قوم رفتن به جای اینکه این کار اینقدر زحمت کشیدن که این گندم‌ها بروید، وقتی رسید به نتیجه رسید آتش آوردن و همه را سوختن. با خود گفت این عجب، سوختن چنین دخل دریغشان نمی آید، حیفشان نمی آید که می آید این همه کار کردیم، همه زحمت کشیدن، چندین ماه زحمت کشیدن، این بیاید آخرش این را سوختن، سوزاندن، چه کاری سیما کرده، حیفشان نمی آید. از آنجا در گذشت و حیران و به تعجب می رفت تا رسید به جای. حیران بود، مونده بود که خدایا چرا اینها کشتند و بعد آتش زدند و از اینکه رسید. مردی دید که با سنگی میکوشید تا آن سنگ را بردارد، نمیتوانست برگرفتن و نمیتوانست از جا جنبانیدن. یه سنگی رو دید که میخواست برداره، دید اصلا جاش رو نمیتونه تکون بده، نمیتونه برداره، حتی نمیتونه تکونش بده. سنگی دیگر آورده و پهلوی آن نهاده، میکوشید تا هر دو را به هم برگیرد. این مرد که یک سنگ رو نمیتونست برداره، رفت یک سنگ بزرگتری رو آورد در کنارش گذاشت که این خواست دوتا رو با هم دیگر برداره. این گفت عجب احمقیه، یکی رو نمیتوان ساده، دوتا آورد. به جنبانید، نتوانست برگردن، هی تکون داد، دید که دوتا سنگ رو با هم دیگر نمیتواند برداره. گفت این عجب، تا یکی بود نمیتوانست از جا جنبانیدن، اکنون که دو شد و گرانتر شد، یعنی سنگینتر شد، چون میتواند از جا جنبانید. یکی رو نمیتونه تا دوتا کرد. رفت سنگ سوم آورد، پهلوی آن دو نهاد. رفت یک سنگ سوم آورد، پهلوی آن دو گذاشت. این گفت بابا یکی رو که نمیتونه، دوتا آوردی، این حماقت است. حماقت بدتر از آن این است که سه تا بیاوری، سه تا رو چطور میتونی بلند کنی؟ چون سه سنگ شد، هر سه را برداشت و روان شد. وقتی سه تا شد، دید که یک دفعه هر ستا رو یک جا برداشت و رفت. تعجب دوم، اول اون کشت رو دید که آمدن دو آتش زدن، دوم آمد دید که یک سنگ رو نمیتوانست بردارد، دومی رو آورد، ستا رو با هم برداشت. آزر این عجایب نیز بدید و باز در بیابان روان شد. گوسفندی دید که پنج کس آن را نگاه می‌داشتند. دید در راه که یک گوسفند است، یک گوسفند پنج نفر نگهش داشتن، یکی بر پشت گوسفند سوار شده بود، یکی پشتش بود، یکی گوسفند بر او سوار شده بود. چقدر سورئال هست، واقعا صحنه های خیلی عجیبی است. یکی گوسفند بر او سوار شده بود، این دو نفر، یکی پستان گوسفند را گرفته بود و می دوشید، یکی سروی گوسفند را گرفته بود و یکی دنبه اش را به دو دست گرفته بود. سرو یعنی شاخش رو، یکی شاخ گوسفند را گرفته بود و یکی دنبه اش را به دو دست گرفته بود. خب هر کدوم پنج نفر بودن، یکی سوارش شده بود، یکی گوسفند سوار او شده بود، یکی از پستانش شیر می دوشید، یکی شاخش را گرفته بود، یکی دنبه اش را گرفته بود. پنج تا شده. عازم را دستوری پرسیدن نید، اونقدر تعجب کرده بود که نمیدونست چی بده. از آنجا روان شده میرفت، ماده سگی دید، یک سگ مادر رو دید، در شکم اون سگ بچگان جمله به بانگ آمده. یک ماده سگ را دید که در شکم اون که هنوز حامل بود برای سگها، دید که سگها در شکم اون پارس میکنن، صدا میکنن. عازم گفت چه عجایب ها دیدن. چون به در شهر رسید، پیری را دید. گفت ای شیخ، در این راه که آمدم عجایب ها دیدن. رفت یک پیری را دید، پیر واسعی را دید، یک ولی الهی را دید. گفت چه دیدی؟ گفت دیدم قومی را کشت کرده بودند، چون تمام شد آتش در زدند. گفت آن مثالی است که خدای تعالی میخواست که به تو بنماید، خدا میخواست تو بفهمانه. آنها قومی هستند که طاعت ها کرده بودند، خیلی مهم، طاعت
طاعتها کرده بودند، آخر کار به مقصده ها و معصیت مشغول شدند. این اطاعتها، آن کشتهایی که کرده بودند، گندم هایی که کاشته بودند، آنها اطاعتهایشان، نماز و روزه و حج و جهاد و کارهای خوبی که کرده بودند، انعام و انفاقی که به دیگران کرده بودند، آخر کار به مقصده ها و معصیت مشغول شدند، آخر به فساد مشغول شدند، معصیت کردند. خداوند تعالی عملهای ایشان را حق کرد. حق کرد یعنی ثابت کرد، از بین بود. و قدمنا الى ما عملوا من علم فجعلناه هباء منثورا. و مقدم داشتیم به آنچه که علم داشتند، یک علمی مقدم داشتیم، پس آن را هباء منثور کردیم. هباء یعنی چیزی که بیهوده باشد، روی هوا باشد. منثور هم یعنی پراکنده. هباء منثورا، هباء منبثا. در قرآن خیلی هست که اعمال انسان ها مانند بادی است که پراکنده می شود و مانند یک گردی است که پراکنده می شود، مانند آن چیزهای دانه‌های کوچکی است که در فضا پراکنده می شود. به اینها میگن هباء منثورا یا هباء منبثا. گفت دیگر چه دیدی؟ خب یکیش حکمتش رو بیان کرد. دوم گفت دیگر چه دیدی؟ گفت دیدم مردی سنگی را میخواست که برگیرد، نمیتوانست تا تمام قصه را بگفت، رفت دومی و سومی را گفت. پیر گفت این مثل مردی است که یک گناه کرد، نزدیک او آن عظیم و بزرگ بود و میترسید، نمیتوانست آن را برداشتن و از آن اندیشیدن گناه دیگر بکرد. یک گناه کرده بود، دیگه نمیتونست رو تحمل کنه، نمیتونست برداره، خیلی براش سخت بود. من چرا این گناه میکردم؟ چرا من چنین کردم؟ هی خودش رو ملامت میکرد و نمیتوانست برداره. گناهی دیگر بکرد، اندکی سبکتر شد. یک گناهی دیگر کرد، یک سنگ دیگر آورد، سبکتر شد. گفت بعضی آدم میتوانه گناه هم بکنه. دید که میجنبانید، دید که دوتا شد میتونه تکونش بده. و چون سنگ اولین تنها بود نمیتوانست از جای جنبانی. اولی چون اول گناه بود نمیتوانست حرکت بدهد. دوم گناه رو که انجام داد میتوانست تکانشان بدهد. بعد از آن سوم بار گناهی و فسادی دیگر بکرد. همه گناه ها بر او سهم شد و سبک شد. دیگر گناه کردن انسان به گناه دوم رو بکند دیگر میتواند به جنبانه و وقتی گناه سوم کرد دیگه هر سه تا رو برداشت و با خود برد. این همان تمثیل آن سه سنگ است. گفت ای شیخ دیدم که گوسفندی بدان صفت که گفته شد، یکی سوار شده، یکی گوسفند بر او سوار شده، یکی از دستانش شیر می دوشد، یکی دنبه‌اش را گرفته است، یکی شاخش را. گفت آن گوسفند مثل دنیا است، آن که بر پشت او سوار بود پادشاهانه و آنکه گوسفند بر او سوار بود درویشانند. درویشان یعنی اهل عرفانند، اهل عشقند، آنهایی که درویشی رو به هزار پادشاهی نمیدهند، که از مردمان چیزی گدایی میکنند. آنها میروند از مردم چیزی گدایی میکنند. حال ممکن است که منظور از درویش اینجا بیچیز باشد و نه آن درویش اصلی. و آنکه دنبه‌اش را گرفته بود آن مثل مردیست که کارش به پایان آمده است و اجلش نزدیک رسیده و نمانده است الا اندک. آن کسی که دنبه‌اش را گرفته بود یعنی پشت سر بود، یعنی اجلش رسیده است و میخواهد بمیرد. چند تندوه پیرهن باشد، بوک آن پیرهن کفن باشد. یه چقدر اندوه پیرهن، این پیرهن هم مثلا کهنه شده، پاره شده، از چشمم افتاده، هی میره این پیرهن، شاید همین پیرهن که داری همین کفن تو باشه. بو که بود که و آنکه دیدی که دوشاخ گوسفند را گرفته بود مثل آن کس است که در دنیا زندگانی نکند الا به مشقت بسیار و رنج. دوشاخ رو گرفته بود، کسانی هستن که دنیا رو خیلی برای خودشان سخت میگیرن، به جای اینکه با شاخ گاو بیاویزی برو زندگی خودت را بکن. یک عده‌ای هستن اصلا در این جهان فقط دوست دارن که خودشان را بیهوده در مشقت بیاندازن.
و اما آن که پستانش را گرفته بودند و می‌دوشیدند بازرگانان و خداوندان سرمایه و سود باشند. آنها بازرگان هم که او را می‌دوشیدند و گفت دیدم ماده سگی، سگ بچگان در اندرون شکم مادر بانگ می‌کردند. خب این چیه؟ چهارمی چیه که من دیدم ماده سگ که سگ‌ها در شکمش سرصدا می‌کردند. گفت این مثل آنهاست که سخن بی وقت گویند. این قصه رو مولانا در مثنوی هم آورده است. این قصه رو خیلی هم زیباست. ایشان به مثل سگ بچگانند که هنوز در شکم مادرند و بانگ می‌کنند. یعنی کسی که سخن بی وقت بگوید در جایی که وقتش نیست سخن بگوید، مانند آن سگی است که هنوز متولد نشده پارس می‌کند. انسان باید بگذارد وقتش برسد. اینها اگر وقت تولدشان می آمد می رسید، آن وقت می توانستن پارس کنند. گرد در سر و چشم عقل داری و بصر، بفروش زبان را و سر از تیغ بخر. زبانت را بفروش و سرت را از تیغ بخر. یعنی زبان سرخ سر سبز می دهد برباد. ماهی طمع از زبان گویا ببرید، زان می نبرند از تن ماهی سر. چرا وقتی که ماهی رو می خواهند قربانی کنند بکشند سرش را نمی برند، بقیه حیوانات سرش را می برند که برای خوردن آماده شود. ماهی را ولی همینجور سید می کنند، سرش را نمی برند. چرا؟ چون که در دریا خاموشی رو آموخته است. ماهیان که حرف نمی زنند از ظاهر. ماهی طمع از زبان گویا برید، ماهی طمعش را از زبان گویا برید، بنابراین سرش را نمی برند. تو هم اگر می خواهی که سرت را نبرند و سرت سلامت باشد، زبانت را ببر و سخن مگو. آوزن گفت ای شیخ فهم کردم آنچه گفتی. اکنون خانه فلانه که به سیم می رود کجاست و در کدام محله؟ میگویند سخت شاهد است و من به هوس او آمدم. بعد از این چهار تا که دید همه اینها برایش یک نعمتی بود، گفت که بعد آن فلانه، آن زن مشهوره کیست که به سیم میرود با پول راضی میشود؟ میگویند سخت شاهد است، سخت زیبا است و من به هوس او آمدم. شیخ سه بار بر روی آزم توف کرد، گفت توف بر تو، توف بر تو که این همه مسائل را دیدی ولی آخرشان باز نفهمید. گفت ای بدبخت پندهات دادن به گوش نکردی، مثلهات نمودن التفات نکردی. من شیخ نیستم، من ملک الموت، من عزرائیلم. آمدم به تو بگویم شاید در این دم آخر تو متوجه شدی. بدین صورت نمودم و این ساعت جانت را بستانم، به امر حق و مهلت ندهم که آب خوری. در حال عازم زرد شدن آغاز کرد و گدافتن گرفت، جانش را قبض کرد در حال به فرمان رب العالمین. ای خداوند ما الاعتبار الاعتبار، ای خداوندان قال الاعتذار الاعتذار. اعتذار کنید از خداوند، پند گیرید سیاهی تان گرفته جای پند. عذر خواهید سپیدی تان دمیده بر ازار، عذر خواهی کنید قبل از آنکه آن روزی قبل ان یأتی یوم لا مرد فیه. از خدا استغفار کنید. قرآن فرمود قبل از آن که روزی بیاید که در آن هیچ ردی نیست، هیچ برگشتی نیست. پیش از آن که این جان عذر را بر فرو ماند ز نطق، پیش از آن که این چشم عبرت بین فرو ماند ز کار. این چشم عبرت بین رو به کار بینداز. در جهان شاهان بسی بودند که از گردون ملک تیرشان پروین گسل بود و سنان جوزا گداز. معنیش این میشه که شاهان بزرگی بودن در این جهان که از گرد، از ملک گردون، از ملک های گردون، از جهانی که میگردن تیرشان پروین گسل بود. وقتی اینها تیر پرداب میکردن، عقد پروین، عقد ثریا رو از همدیگر میگسلید. یعنی آنقدر میرفت تا کجا که
عرق پروین و آن چند ستاره‌ای که هستن، 12 ستاره‌ای که هستن، اینها از همدیگر می‌پریدن. و سنان جوزا گداز، سنان یعنی تی، نیزه، نیزه های ایشان می‌زد و جوزا رو می‌گداخت، یعنی آنقدر اینها پرقدرت بودن که تیرشان تا آنجا می‌رفت. یعنی کلن قدرت عظیم نظامی، قدرت عظیم سیاسی اجتماعی داشتن. بنگرید اکنون بنات و نعشوار از دست مرگ، تیرهاشان شاخ شاخ و نیزه هاشان تاق تاق. ببینید که تیرهایشان شاخ شاخ شده و نیزه هایشان تار تار شده. چرا که بنات و نعش، بنات و نعش یعنی همان ارد سرعی هست که در عربی بهشون میگن بنات و نعش، همان پروین هست، ارد پروین. بنات و نعش اینها، این صورت های فلکی رو هر کسی به گونه ای تصور کرده. اینها هم تصور کردن که یک نعشیست، یک مرده ای هست که دخترانش دورش جمع آمدن، نشستن و مویه میکنن، لابه میکنن در مرگ آن نعش. بهش میگن بنات و نعش. در تو حیبانی و شیطانی و رحمانی، درست از شمار هر که باشی آن بوی روز شما. از شمار حیبانی باشی در روز شما، در روز رستاخیز حیوانی خواهیم. شیطانی باشی شیطانی، رحمانی باشیم در روز شما، در روزی که به حساب و کتاب ها میرسن، یوم الحساب. روز شما، شما یعنی یوم الحساب. آن بوی، بوی یعنی باشی، آن بوی روز شما. باش تا از صدمت سور سرافیلی شود، صورت خوبت نهان و سیرت زشت آفتاب. اکنون که تو عبرت نمیگیری، به کارهای زشت خود ادامه میدهی، باش تا از صدمت سور سراف، سور اسرافیل که دریده شود همه انسانها خواهند مرد و با سور دیگر همه انسانها زنده خواهند شد. باش که از صدمه سور اسرافیل صورت خوبت نهان شود. این صورت ظاهری که داری، همه نگاه میکنم میگن چقدر آدم خوبی است. سور اسرافیل که آمد، آن صورت ظاهری خوبت تبدیل می شود، آن سیرت زشت تو آشکار می شود. یوم تبل السرایر، یوم یعرف المجرمون بسیماهم، آنجا که مجرمان با سیمای خودشان معلوم می شود. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. ان شاء الله بماند برای جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.